خامنه‌ای امروز اعضای مجلس ارتجاع رو به اصطلاح بیت خودش فراخوند و برای اونها صحبت‌هایی داشت که گفتگوی امروز ما با علیرضا معدنچی به این موضوع اختصاص پیدا میکنه. سلام عرض میکنم خدمت شما. خواهش میکنم. منم به شما سلام میکنم، همینطور عرض سلام و درود دارم خدمت هموطنان عزیز و بینندگان گرامی. در شروع اگه اجازه بدید یک بخشی از صحبت‌های خامنه ای رو که امروز بعد از ظهر در تلویزیون در اخبار رژیم پخش شد رو ببینیم و بعد من سوالم رو مطرح میکنم. حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه تأکید کردند مجلس نباید نماد تردید و خودکمبینی، یأس و ناامیدی و بی‌اعتنایی و بی‌مبالاتی به مسائل کشور باشد و نباید با دید مأیوسانه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های ملی نگاه کند. رهبر انقلاب در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون‌ها افزودند همان گونه که درباره برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیراً مطرح شده در مجلس گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون‌گذاری کند. ایشان افزودند البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند. خب این همونطور که گفتم بخشایی از صحبتش بود که امروز بعد از ظهر پخش شد. سوالم اینه که منظور خامنه‌ای از این حرفایی که امروز زد بی یک نگاه کلی بخوایم بکنیم چی بود؟ البته خامنه‌ای طبق معمول خب حرفای پوشال زیاد زد توی همین صحبت امروز و روزخونی کرد و همین چیزایی که معمولا میگه، ولی حرفای اصلیش به نظرم همین عباراتی بود که شما پخش کردید الان. در واقع دو نکته داشت، دو تا مطلب داشت. یکی این که خب به گماشته های خودش در مجلس در واقع گفت که چرا این همه مثلا درباره وضعیت خراب و اینها حرف میزنید و نبایستی ناامیدی و خودکمبینی و یأس و تردید بپراکنید با این حرفاتون، و در واقع به این ترتیب بیشتر به نماینده های باند خودش و دلواپسان که الان بیشتر اونا هستن که از این نوع حرفا میزنن خواست دهنه بزنه. اما خب نکته مهمتر که به نظرم علت این که خامنه ای اعضای مجلس رو اینطور امروز به طور غیر منتظره ای فراخوند به بیت خودش، در واقع اون قسمتی بود که راجع به FATF صحبت کرد و پیوستن به کنوانسیون ها. البته از FATF صراحتا نام نبرد، حداقل اونطوری که تا الان مثلا اخبار تلویزیون رژیم پخش کرده، بلکه با یک به اصطلاح به نعل و به میخ زدن هم از موارد و مفاد مفیدی که اینها در این کنوانسیون ها هست صحبت کرد و گفتش که بعضی از این معاهدات مواد مفیدی دارند، عیبی ندارد، راه حل مسئله این است که مجلس خودش قانون بگذراند، مثلا یک قانون مبارزه با پولشویی. و از طرف دیگه هم گفتش که هیچ لزومی ندارد ما چیزهایی را که نمیدانیم به کجا ختم می شود و حتی میدانیم که مشکلاتی دارند به خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم. یعنی هم گفت که این مثلا لوایح مربوط به FATF وجوه مثبت داره، ولی لازم نیست همه اونها رو ما بپذیریم و اینها، و مجلس خودش قانون بگذرونه. حرفش این. حالا فکر کنید که از این همین توضیحی که حرفایی که خامنه ای راجع به FATF زد، بالاخره چه سمت و سویی داد به اعضای مجلس؟ یعنی بالاخره این پیامو میگیرن اعضای مجلس که رأی بدن رأی ندن، تایید بکنن نکنن؟ در واقع خامنه ای با زرنگی، البته زرنگی ناشی از ضعف و استیصال و بیچارگی و در گیر کردن در بنبست، در واقع این رو به خود اونها واگذار کرد، یعنی توپ رو انداخت توی زمین اونها. و از جمله اونجایی که صحبت کرد از اینکه مجلس خیلی همین که الان پخش شد، مجلس شورای اسلامی عاقل و بالغ و رشید و مستقله، از این خب البته اینا که تعارفه و
و مشخصه که گماشته هایی که خودشون هم اعلام میکنن و بارها گفتن که مطیع محض مقام ولایت فقیه هستند، اینها که خودشون تصمیم نمیگیرن. اما اینکه چی باید بگیرند، خب ببینید، اگر که خامنه‌ای منظورش این بود که به این لایحه بایستی رأی منفی بدید، خب سرعتا میمد اینو میگفتی که، و حداقل نونش رو میخورد، هم نون بسیار قدرت نمایی رو میخورد، هم به این ترتیب به نیروهای وارفته خودش روحیه میداد و اولدرون بولدرون میکرد، مثل همون کاری که در مورد سند 20C یونسکو کرد. یادتون هست که بله. اومد و خیلی مثلا هارت و پورت کرد و این هم چیز استعماری و ما زیر بار نمیریم و فلان، و بایستی سندی که امضا شده بود بایستی این رو مجلس پس بگیره و اینها. این پس منظورش این نبود که رأی ندید، ولی در مورد رأی دادن هم این رو صراحتا بیان نکرد دیگه، این رو با مثلا گذاشت به عهده خود مجلس. اما خب معلومه که از این حرفا گماشته های خامنه ای در مجلس خب معلومه که چه چیزی میگیرند، این که مثلا اینا مواد مفیدی داره و عیبی نداره. یعنی در واقع برید یک قانونی تصویب بکنید برای اینکه این قضیه رو حلالش بکنید، یک راه شرعی برای این خروج از این بنبست پیدا بکنید، که لابد در اونجا خواهند گفت که ما حق تحفظ رو برای خودمون محفوظ میداریم و اینها. خب اینا معلومه که هیچ محلی از اعراب نداره، خود مجلسی هم گفتن که محلی از اعراب نداره، و قرائنی هم هست که این رو هرچی بیشتر تقویت میکنه که منظور خامنه این نبوده که رأی ندید، و این رو نماینده ها به نظرم خواهند گرفت. چه قرائنی میگید وجود داره که این رو نشون میده؟ قرائنش چیه؟ ببینید، اولا همین که مجلس رو اینطور به طور غیر منتظره فراخوند، در حالی که هیچ دلیلی هم نداشت که این حرفش رو، که اگر حرفش این بود که رأی ندید مجلس اینها رو دعوت میکرد، میتونست در یک سخنرانی عمومی بگه، هارت و پورت خودش رو بکنه، خب به گوش مجلس هم میرسید. و اینکه لاریجانی رو هم این بار همیشه توی اینجور مواقع مثلا لاریجانی رو جلو مینداخت و میذاشت به عهده اون که اون بره به نماینده ها بگه که مثلا چیکار بکنیم، میشه حد زد که این دفعه هم همینو گفته به لاریجانی، مثل برجام که برو مثلا یه جوری خودت مسئله رو حل بکن و اینا. هم لاریجانی هم رابط گفته که آقا من ندیدید سر همون برجام چه بلایی به سر من آوردن، تا همینجا هم ول نکردن این دلواپسان اینا، هر روز مصاحبه و فلان اینا که لاریجانی رو به خیانت و فلان اینا متهم میکنن که از پیش خودش اومده این رو تحمیل کرده به مجلس و اونا رو وادار کرد که 20 دقیقه رأی بدن، در حالی که خب خیلی روشنه که لاریجانی که همچین جرأتی نداره، همچین قدرتی نداره که اگر که خامنه ای مثلا مخالف این باشه و موافق مثلا برجام نبوده باشه، لاریجانی بیاد این رو در عرض 20 دقیقه مثلا این رو به مجلس تحمیل بکنه. خب بنابراین میشه حد زد که یک همچین سناریوی بایستی وجود داشته باشه که لابد به لاریجانی گفته، لاریجانی زیر بار رفته و گفته که خودت مسئله رو حل بکن، و خود چیزم اومده به این ترتیب خواسته مسئله حل بکنه، با پیزور گذاشتن لای پالون مجلس که این مجلس عاقل و بالغ و رشید و مستقله، که خب همه میدونن که اصلا اینطور نیست و اینها یه مش گماشته های گوش به فرمان هستن که هرچی بگه همون کار رو میکنن. بله، حالا خامنه‌ای که تو صحبتاش به اعضای مجلس میگفتش که به اصطلاح نباید تردید کنید، تردید افکنی نکنید و حرفای مثل این موضع نعلومی که الان خودش تو این رابطه زده، خود همین باعث تردید و شکاف نمیشه؟ بحران بیشتر در رأس نظامه. دقیقا همینی که میگید، بله این حتما، حالا خواهیم دید که از فردا همین باندای رژیم اون قسمتی از حرفهای خامنه‌ای که مطلوب خودشون هست میگیرن، علم میکنن و اینجوری به اون باند، به باند رقیب حمله میکنن. خب اینم همونطور که گفتم استیصال و بیچارگی ولی فقیهه، چه ولی فقیه مفلوکی که نمیتونه حرف خودش رو صریح بزنه. و حتی اینجوری هم نبوده که مثلا بیاد اینو مثلا اینا رو دعوت بکنه و پس و پناه یه چیزی بگه، چون که اگر مخفیانه هم میگفت و اینا خب بدتر میشد، اینا بیشتر به جون هم میافتادن و هر کدوم چیز میکردن که گویا اون حرف مورد نظرش رو
خامنه‌ای در پشت پرده زده. این ناچار بیاد حرفاش رو علنی و صراحتاً در یک جمع عمومی که تنها توی چیز امروز که جمع شده بودم تنها اعضای مجلس هم نبودن، بلکه مردم عادی و از همین مزدورا و عوامل رژیم که معمولاً جمع میشن پای منبر خامنه‌ای از اونا هم بودن. خب اینم به خاطر اینه که خامنه‌ای و در واقع نظامش در بد مخمصه گیر کرده، از هر طرف بره نتیجهش به مرگ و نابودی این نظام منتهی میشه. اگر که تمکین بکنه به اون شروطی که گفتن به FATF، خب به دست خودش در واقع نیروهای خودش رو، هم نیروهای داخلی و سپاه پاسداران و نیروی قدس و اینها رو و هم مزدوران خارج کشوری خودش مثل حزب شیطان اینها رو در معرض تحریم قرار میده. یعنی به دست خودش همونطوری که دلواپسا میگن یه خود تحریمی رو اعمال میکنه و حتی قادر نیست که حقوق اینها رو بده که منیش جام زهره. اگر هم نکنه خب با یک تحریم های که همونطوری که مقامات آمریکایی گفته بودن با تحریم های مواجه میشه که تا حالا کسی نظیرش رو ندیده، اون هم با این شرایط جوشان و خروشان اجتماعی معلومه که چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. بنابراین ناچاره که اینجوری به نعل و به میخ بزنه. بله، تشکر میکنم از شرکتتون در گفتگومون. خواهش میکنم.